محمد رهبر همکارم اینجا در استودیو همراه ما هست. سرنوشت حزب الله چی میشه بعد از مرگ حسن نصرالله محمد؟ ببینید، اونطور که خامنه‌ای گفته، این سازمان حزب الله به قدری که مستحکم هستش هیچ اتفاقی براش نخواهد افتاد. این حرفای رهبر جمهوری اسلامی است. اما یک سازمان مگر چه چیزی هست جز فرماندهان رده اول، دوم و فرماندهان میانی؟ من فکر می‌کنم اخلال بزرگی در سازمان حزب الله وجود اومده، انقدر که حتی اینها نمی‌توانند با همدیگه ارتباطی داشته باشند، نمی‌تونند از جای همدیگه باخبر بشن. گویا اینکه نصرالله رو از شاید از 48 ساعت گذشته گم کرده بودن و نمیتونستن با او تماسی داشته باشن، اینطور که در خبرها هستش. از قسمت دیگری از این ماجرا این هستش که من فکر میکنم خیلی از آدمهایی که داخل حزب الله هستن، همین رده های پایین و اینها، نسبت به رهبری جمهوری اسلامی دچار شک میشن از این به بعد، به عنوان رهبری آقای خامنه ای که از اونها دفاع نکرده، از اونها پشتیبانی نکرده، و اینها همه باعث میشه که یک افول ایدئولوژیک بکنه حزب الله و احتمالاً در اون شقوقی پیش بیاد، انشعاباتی ایجاد بشه. همه این اتفاقات ممکن است که بیفته. از طرف دیگه این حجم از نابودی که اسرائیل تحمیل کرد بر حزب الله به نظر میرسه که به این راحتی قابل جبران نیست. ضاحیه‌ای که نابود شده، منطقه جنوبی بیروت، پناهگاهی که از دست رفته، فرماندهانی که کشته شدن، و اینها رو نمیتوان به راحتی با پول جایگزین کرد. بنابراین یک دوره طولانی برای بازسازی میخواد، اون هم پول ایران رو میخواد که خود دولت جمهوری اسلامی همین الان ورشکسته است، و به نظر نمیرسه که حزب الله بتونه قدرت قبلی خودش رو بازیابی کنه. محمد، بیانیه که از توی دفتر رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای منتشر شده رو که نگاه میکنیم، حرفی از انتقام سخت در اون نیست، بلکه از نیروهای مقاومت و مسلمانان منطقه بر اساس آنچه که در متن آمده خواسته شده که در کنار حزب الله بیستن و راه حزب الله رو ادامه بدن. ببینید، بیانیه خامنه ای سرعتش خیلی برام جالب بود. یعنی دقیقاً بعد از اینکه ارتش اسرائیل اعلام کرد که نصرالله به احتمال زیاد کشته شده، ما بیانیه خامنه ای رو داشتیم. این سرعت یکی از دلایلش این بود که سریعاً داشت اعلام می‌کرد که نمی‌خواهد جنگ به ایران کشیده بشه. یعنی اینکه تمام هزینه این اتفاق رو بر گردن خود حزب الله و لبنان انداخت، به این معنی بود که جمهوری اسلامی حاضر نیستش که به نفع حزب الله وارد بشه. گویا که دیگه حزب الله چیزی هم باقی نمونده با این حسابی که داریم می‌بینیم. از طرف دیگه در بیانیه‌اش جز یک سری رجزخوانی‌ها هیچ حرفی در مورد اینکه خواهیم انتقام سخت خواهیم گرفت، نمی‌دونم خود نتانیاهو رو خواهیم کش، از این حرفا هم درش نبود. یک پیانیه بودش که اسم فضل الله هم در اون نبود، گرچه اسم همین نصر الله هم در اون نبود، و میتونیم بگیم که خامنه‌ای میدونست که او کشته شده، ولی اشاره ای هم نکرده بود، و این اشاره نکردن سهه میگذاشت بر اون گزارش ارتش اسرائیل. هرچه که هستش، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به زمین سخت واقعیت رسیده. و این فکر میکنی تأثیر داشته باشه در مسیری که جمهوری اسلامی از این پس در پیش خواهد پیش گرفت در منطقه یا خیر؟ امروز یکی از روزنامه‌های صبح نکته جالب رو نوشته بود که تمام سپرهایی که جمهوری اسلامی جلو خودش قرار داده بود و مهمترینش هم سپر حزب الله بود، از دستش افتاده. یعنی اصولا الان جمهوری اسلامی بدون سپر مقابل انواع و اقسام دشمنانی که داره ایستاده. این نشان میده که تمام اون عمق استراتژیک، اون استراتژی سیاست خارجی که 40 سال دنبال شده، همش اشتباه بوده. همه اینها تبعاتی در داخل ایران خواهد داشت و پیامدهای بسیار سنگین و بزرگی هم خواهد داشت.